متا فصل هشتم. وقتی عیسی از کوه پایین آمد، جمعیت زیادی پشت سر او حرکت کرد. در این هنگام یک نفر جذامی به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت: ای آقا، اگر بخواهی می توانی مرا پاک سازی. عیسی دست خود را دراز کرده او را لمس نمود و گفت: البته می خواهم پاک شو. و فوراً آن مرد از جذام خود شفا یافت. آنگاه عیسی به او فرمود: احتیاط کن که چیزی به کسی نگویی، بلکه برو و خودت را به کاهن نشان بدی و به خاطر شفای خود هدیه ای را که موسی مقرر کرده است تقدیم کن، تا آنها شفایت را تصدیق نمایند. در آن وقت که عیسی به کفرناحوم داخل می شد، یک صاحب منصب رومی پیش آمد و بازاری به او گفت: ای آقا، غلام من کرخ در خانه افتاده است و سخت درد می کشد. عیسی فرمود: من می آیم و او را شفا می دهم. اما آن صاحب منصب در جواب گفت: ای آقا، من لایق آن نیستم که تو به زیر سقف خانه من بیایی، فقط امر کن و غلام من شفا خواهد یافت، چون خود من یک مامور هستم و عساکر هم زیر دست خیش دارم. وقتی به یکی میگویم برو، می رود و به دیگری میگویم بیا، می آید، و وقتی به نوکر خود میگویم این کار را بکن، می کند. عیسی از شنیدن این سخنان تعجب کرد و به مردمی که به دنبال او آمده بودند فرمود: به شما میگویم که من چنین ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدم. بدانید که بسیاری از مشرق و مغرب آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی آسمانی بر سر یک دسترخوان خواهند نشست، اما کسانی که برای این پادشاهی تولد یافتند به بیرون در ظلمت، جایی که گریه و فشار دندان است، افگنده خواهند شد. سپس عیسی با آن صاحب منصب گفت: برو، مطابق ایمانت به تو داده شود. در همان لحظه غلام او شفا یافت. وقتی عیسی به خانه پتروس رفت، خوشوی پتروس را دید که در بستر خوابیده است و تب دارد. عیسی دست او را لمس کرد، تب او قطع شد و برخواسته به پذیرایی عیسی پرداخت. همین که غروب شد، بسیاری از دیوانگان را نزد او آوردند و او با گفتن یک کلمه ارواح ناپاک را بیرون می کرد و تمام بیماران را شفا می داد. تا پیشگویی اشعیای پیامبر تمام شود که گفته بود: او ضعف‌های ما را برداشت و مرضای ما را از ما دور ساخت. عیسی جمعیتی را که به دورش جمع شده بودند دید و به شاگردان خود امر کرد که به طرف دیگر دریا بروند. یکی از ملایان یهود پیش آمده گفت: ای استاد، هر جا که بروی به دنبال تو می آیم. عیسی در جواب گفت: روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند، اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارامد. یکی دیگر از پیروان او به او گفت: ای آقا، اجازه بدی اول بروم و پدرم را به خاک بسپرم. عیسی جواب داد: به دنبال من بیا و بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند. عیسی سوار کشتی شد و شاگردانش هم با او حرکت کردند. ناگهان طوفانی در دریا برخاست به طوری که امواج کشتی را پر می ساخت، ولی عیسی در خواب. پس شاگردان آمده او را بیدار کردند و با فریاد گفتند: ای خداوند، ما را نجات بده، ما هلاک می شویم. عیسی گفت: ای کم ایمانان، چرا اینقدر می ترسید؟ و سپس برخواسته با تندی به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا آرام شد. شاگردان از آن چی واقع شد حیران شده گفتند: این چگونه شخص است
که باد و دریا هم از او اطاعت میکنند. هنگامی که عیسی به آن طرف دریا به سرزمین جدریان رسید، دو دیوانه از میان قبرها بیرون آمده با او روبرو شدند. آنها آنقدر خطرناک بودند که هیچ کس جرأت نداشت از آنجا عبور کند. آن دو نفر با فریاد گفتند: ای پسر خدا، با ما چی کار داری؟ آیا به اینجا آمده ای تا ما را پیش از وقت عذاب دی؟ قدری دورتر از آن محل یک گله بزرگ خوب مشغول چریدن بود و ارواح ناپاک از عیسی خواهش کرده گفتند: اگر میخوایی ما را بیرون برانی، ما را به داخل آن گله خوک بفرست. عیسی فرمود: بروید. پس آنها بیرون آمده به داخل خوک ها رفتند. تمام آن گله از بالای تپه به دریا هجوم بردند و در آب هلاک شدند. خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل کردند. در نتیجه تمام مردم شهر برای دیدن عیسی بیرون آمدند و وقتی او را دیدند از او تقاضا کردند که آن ناحیه را ترک نماید.